طبعا پیشنهاد سرمایه گذاری، پیشنهاد سرمایه گذاری شگفتانگیز آقای بورده بوورده چی چیه این دوزاریه؟ با وعده برگشت اصل سرمایه در بدترین شرایطش در 3 تا 30 روز با استقبال شورانگیز هموطنان کاسبکار شالاتانیزم برون مرزی روبرو میشه، از جمله هم میهنی از نیویورک به برنامه رشد و توسعه تلفن میکنه. آقا یک بار نشد من تو این برنامه ها خودمو میکشم تلفن رو بگیرم نمیبرداره بگم مرگ بر خامنه ای پفیوزتون. تلفن ها همه کد داره، همه حساب کتاب داره، همه عین تلفن های رادیو صدای آمریکا. من همه جا هستم، همه چیز رو دارم کنترل میکنم. من دونه دونه این حرومزاده هایی که تو این برنامه ها به عنوان کارشناس و وزیر و مدیر کل و اینا رو همه رو میشینم، فیلمشون رو برمیدم. اینا رو ما فردا تو ایران با همه اینا طرفیم. پس فردا تو اینو تو سوئد دیدی، تو نروژ دیدی، تو لندن دیدی بعد از آزادی. این بی پدر و مادر رو باید تو گونی بندازی برگردونی تو ایران. تو گونی، گونی بگید چکویی فاشیسته. از جمله هم میهنی از نیویورک به برنامه رشد و توسعه تلفن میکنه و میخواد مطمئن بشه که آنچه شنیده درسته. معاونت فنی حفاری شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب یک بار دیگر با اون متانت بی پدر و مادری آخوندیش گفته های پیشین خودش رو با فرستادن صلوات تکرار میکنه و تلفن کننده رو مطمئن میکنه آنچه شنیده درست بوده. من غیر مستقیم میگه آتقی بی تو، آتقی بی تو یعنی داشتی بیاری تو و مولا درزش نمیره. بیننده دیگری از روسیه تلفن میکنه و میگه که در روسیه در عرصه صنایع نفت فعالیت داره و میتونه دستگاه های لازم برای حفاری چاه نفت رو با خودش به ایران بیاره. آقای مهندس بورد بوورد بورد حالا هر اسمی ده نمیدونم اینجا چجوری بورد بود، من فکر کنم بورد یا همچین چیزایی، پاسخ میده که به همت مهندسان و دانشمندان بزرگ کشور اسلامیمون بسیاری از دستگاه های حفاری در داخل و کیفیتی بهتر از انواع مشابه خارجی ساخته شده. دیروز دیدم تو اخبارشون، دیدم 4-5 از این دوزاری های سپاهشون بود و چیشون بود و این حرفا. اینا 200 تا نیرو هوایی دارن، 400 تا ارتش دارن، 800 تا نیرو دریایی دارن. یکی از این سازمان هاشون یه دونه از این دوزاری ها وایساده بود که اگه در دوران پادشاهی ما بود درجه استواری هم بهش نمیدادن. جرنال چیزی سردار بود، میگفت هواپیماهای فانتوم آمریکایی رو خودمون ساختیم با همون طرز داریم، میخوایم بفرستیم هوا. من قول میدم اولین آزمایشیش میفته زمین بی پدر و مادرها. حالا موتورش مال میراج لابد، بالش مال میگه، نمیدونم دمبش مال مثلا چیچیه، همه اینا رو بشن به هم چسبوندن این بی پدر. حالا برگردیم به آقای بورد و در مورد متاهای حفاری که هنوز مهندسان و دانشمندان داخلی فرصت نکرده اند بهتر از مشابه خارجیش را بسازند. میخواستم به این مرتیکه پوفیوز بورد بگم، تلفن بزنم بگم مرگ بر حکومت اسلامی، توف تو ریشهای خامنه ایتون مرتیکه ازگر، شما بنزین نمیتونید برای مصرف کشورتون تهیه کنید. شرکت های خارجی در رقابت با یکدیگر، میگه همه چیز داریم از خارج هم بهتر داریم، غیر از مته هایی که باید برای حفر داشته باشیم داریم، بهتر از خارجی ها نیست. اونم که شرکت های خارجی دارن سر و کله همدیگر رو خورد میکنن، کدومشون زودتر بیاد تو کار به ما این جنسا رو بندازه و بره. ما البته مشکل اونا اینه که پسر تبسی، پسر رفسنجانی، طول سگای دیگه آخوندهای مافیایی سر کمیسیون دعوا دارن با هم، ولی اونم تالا اومده بود. در رقابت با یکدیگر و تنها برای آن که نامشان در فهرست فروشندگان شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب ثبت شود، این مته ها را به صورت رایگان در اختیار شرکت میگذارد. الحق و الانصاف، انسان هر قطر هم که با نظام ولایت وقی مطلقه وقی مخالف باشه نمیتونه از چنین فرصت بدیلی برای سرمایه گذاری
سرمایه گذاران بزرگ، بیزینسمن های شاخص، متشخص، بیزینسمن هایی که اگه بگن مثلا الان خون قیمتش بالا رفته، برین دنبال بیزینس خون، فوری میدن ببینن تو کدوم کشور آفریقایی کجا جنگ منگه، کجا سریعا رو میافته، 4 گالون ازش بگیرن. الحق و الانصاف این گونه بیزینسمن ها و این گونه انسان های نازنین و خوب مگه میتونن رزیست کنن در مقابل یه همچین آفر و یه همچین اپرتیونیتی؟ اینا همون ها نگه بگیم آقایی بده یه آقای سکو شما براندازی، آقا با شما که نمیشه کار کرد، آقا که ما دوستت داریم، آقا بیه یه جوری با همین چلو کبابی بخوریم بشینیم راجع به اوضاع صحبت کنیم، بذارید ما آگهی رو به این پتیاره های این وروری بدیم. اینا خودشون یه جوری اپوش با اونا، آقا ما هوای ما رو دارم. الحق و انصاف وقتی این بیزینسمن های دوزاری ایرانی برون مرزی این آفر رو میگیرند، میگن چه ما 5 میلیون 6 میلیون بزنیم این 3 تا 30 روز پول پس بگیریم، 15 سال هم بشنیم از توبره و آخور بخوریم. توضیحات آقای مهندس برد مقام معظم رهبری رو. معذرت میخوام. و سود چندین میلیون درصدی در دراز مدت ایرانیان برون مرزی رو چنان به وجد آورده بود اون برنامه که همشون زنگ میزدند و احساساتی شده بودند و تشکر و این حرفا که هرچه زودتر تماس میگیریم، آقا ایمیلی بدید، آقا آدرسی بدید، این سرمایه ها این دلار ها 2-3% داره میگیره، آقا بگید کجاست بیایم تو. اما خیلی هم ذوق زده نباید شد روی سخنم با شما دوزاری است که این گونه اپورتونتی ها رو میخواهید رو زمین و هوا بزنید. برای انجام این سرمایه گذاری پرسود و شگفت انگیز باید واجد شرایط باشید. خیلیاتون هم هستید، حالا براتون میگم چیه. معیار واجد شرایط بودن یک روز پس از برنامه رشد و توسعه و توضیحات آقای مهندس حمید بورد رو مقام معظم رهبری سید علی شیرهی حرامزاده اعلام کرد. روز بعد که این برنامه شد سید علی اومد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس روز شنبه 21 دی ماه، این مصاحبه 20 دی بود، مقام معظم رهبری یعنی سید علی شیرهی نامه‌ای به رئیس جمهوری می نویسن، یعنی اون مرد هزار تیر بوزینه بزرگ ابله احمدی نژاد، من فوش میدم شهرام همایون، من به این حرومزاده ها فوش میدم، تو دستمال کاغذی بگیر دنبال بیزه هاشون بگرد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس روز شنبه 21 دی ماه مقام معظم رهبری یعنی سید علی شیرهی قاتل نامه‌ای به رئیس جمهوری یعنی احمدی نژاد مرد هزار تیر آدم کش ابله می نویسه و در اون سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشمنداز 20 ساله رو ابلاغ میکنه. اون به حساب خودش 20 سال دیگه داره برنامه های توسعه رو میده به رئیس جمهور، مثل اینکه 30 سال تموم شده، اینها الان یه جورایی دارن به توافق میرسن برای 30 سال دوم حکومت. ما ساکتیم، ما چمدون کشامون روشن فکران بزرگمون داریوش و مایونن و رینگول و فنگول و شنگول و خانبابا و این و اون و مصدقی ها که اصلا جای ویژه‌ای برای خودشون دارن، هنوز باید به رژیم ستمشاهی باید با ستمشاهی به جنگن. متن این نامه به شرح زیره که خامنه ای به احمدی نژاد می نویسه: جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و صلوات و از این بی پدر و مادر بازی ها، پیش روی بودن دومین برنامه 5 ساله از سند چشمنداز دوره 20 ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست های کلی اصولی مانند سیاست های کلی اصل 44، اگر یادم بمونه حتما میخوام این اصل 44 رو یک روز بشینم برای شما باز کنم که ببینید اصل خیانته، 1000 برابر از ترکمنچای و قرارداد گلستان و اینها ننگین تره. گوش کنید، اصول